بر ما رقم خطا پرستی همه هست، ناکامی و عشق و تنگ دستی همه هست. با این همه در میانه مقصود تویی، جای گله‌ای نیست چون تو هستی همه هست. به نام آن که هستی نام از او یافت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بیننده های عزیز گرامی سلام علیکم. امیدوارم هر کجای دنیا که هست جور صحتمند بوده، زندگی سرشار از صفا و صمیمیت و معنویت داشته باشید. ایام به کامتان باشه و طاعات عبادات و بندگی هایتان قبول و مقبول درگاه احدیت. با کمال امتنان و افتخار با برنامه‌ای به وقت بیداری و با موضوعی چستی و چرایی خشونت های خانوادگی در افغانستان روبروی شما خوبان عزیزان هستیم و در خدمت استاد ارجمندم جناب استاد مختاری. جناب استاد سلام بر شما. خیلی خوش آمدید. سلام و رحمت الله. حال شما خوب ان شاء الله. خیلی ممنون. سلامت باشید. بنده خدمت جناب عالی، همکاران و عواملی برنامه و همینطور بینندگان خوبی این برنامه سلام و عرض ادب و احترام دارم و در خدمت شما هستم. سلامت باشین استاد. خیلی ممنون از حضورتان و خوشحالم که افتخار تلمذ در محضرتان را دارم. استاد، در ادامه بحث قبلی که من عرض کردم چستی و چرایی خشونت های خانوادگی در افغانستان، خب موضوعات مثل تعریف چستی خانواده، مرزها و جایگاه هر کس در خانواده، اهمیت و نقش خانواده در شکل گیری شخصیت انسان و همینطور خشونت و انواع خشونت و موارد دیگر از جمله عوامل مثلا خشونت تا جایی را بحث شد، ولی خب از همه مهمتر عوامل خشونت، عواملی که پیدا کرده، خلاصه یک طور در صدد از بین بردن عوامل که بوده، اون خشونت هم برطرف میشه، یه معمولا همیه. همچنان با موضوع ای که چه عوامل باعث خشونت میشه در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم موده و رحمه. بحث خانواده و اساسا جایگاه خانواده از مسائل بسیار محوری اجتماعی هست که همونطوری که بارها عرض شد، اساسا خانواده ستونهای خیمه اجتماع هستند. خانواده پایدار و محکم و اصیل میتوانه این خیمه را سریپا نگه داره و یک جامعه سالم، یک جامعه پویا، یک جامعه مترقی، یک جامعه آرام و آباد داشته باشیم. اما تنش در میان خانواده ها، خشونت، درگیری و کشمکش ها، بی‌اعتمادی ها و نزاع ها، اینها سبب میشه که این ستون ها لرزان بشه و دچار لرزش و زلزله بشن و از اینجاست که مشکلات و چالش ها را در خانواده ها سبب میشه و از اینجا و از رهگذر خانواده ها این چالش ها و این مشکلات در جامعه تسری پیدا میکنه و ما جامعه ناامن، جامعه با مشکل و چالش خواهیم داشت. مسائل بیان شد، همونطوری که در فهرست مطالب شما اشاره شد، ما خشونت و انواع خشونت رو بیان کردیم، خانواده و همینطور حدود و ثغور خانواده و عراقین خانواده رو بیان کردیم. به حالا میایم عوامل خانواده را، عوامل خشونت چی چیزهایی باعث خشونت در محیط خانه و خانواده میشه. اینا میتونه عوامل تاریخی داشته باشه، عوامل مذهبی داشته باشه، عوامل اجتماعی داشته باشه، حتی عوامل سیاسی و اقتصادی و بسیار عوامل‌های دیگه هم تأثیرگذار بوده باشه. اگر ما بیایم از عوامل‌های تاریخی و اجتماعی اگر اشاره بکنیم، ببینید اساساً پیشینه تاریخی را وقتی ما بررسی میکنیم، چی چیزی سبب میشه که در محیط گرم خانواده و کانون گرم خانواده خشونت راه پیدا میکنه، خشونت راه پیدا میکنه. یک عامل طبعا عامل تاریخی است. وقتی ما به تاریخ مراجعه میکنیم، سیر تاریخ زندگی بشر را که مراجعه میکنیم، از بد به پیدایش چی در جنگل ها و چی در قرن حجر در مغاره ها و چی در وقتی مدنیت و در اجتماع و زندگی اجتماعی که داشته، یک نکته تقریبا ثابت و پایدار بوده که او بحث حاکمیت مردان بوده. مرد به عنوان اساس، پایه و به عنوان قدرت اول و کسی که حرف اول و آخر را می زده در کانون خانواده یک حضوری کاملا تثبیت شده داشته، به گونه ای که سایر اعضا باید از او تبعیت داشته باشه، ولو بلغ ما بلغ. فرق نمی کنه که بالاخره تصمیم هایی که او گرفته تصمیمی به صلاح و به ثواب بوده باشه یا ناصواب بوده باشه. رضا این یک روندی شده که فرهنگ مرد سالاری را در طول تاریخ در میان خانه و خانواده ها تثبیت کرده، به گونه ای که
خیلی از اعضای خانواده مخصوصا خانم ها و همینطور کودکان مجبور بودن که از این از فرمان تبعیت بکنن، نافرمانی از مرد خانه یا پدر خانواده که انه نافرمانی از امر خدا تلقی می شده و به عنوان یک امر مقدس در بعضی از قبائل و در بین بعضی از مردم جلوه می کرده. این امر سبب می شد که اون فرد یا مرد خانواده به یک غرور، به یک خودخواهی، به یک خودمحوری برسه و فرامینی غیر اخلاقی صادر بکنه و خشونت بکنه یا مثلا ظلم و ستمی که احیانا میکنه یا فشارهایی را که بالای خانواده میاره برای خود یک امر لازم بدانه و یک چیز مشروع و قانونی برای خودش این را تعریف بکنه. و از همین رهگذر ما میبینیم که حرمسراها ایجاد میشه، حاکمان، قدرتدارها، پولدارها، اینها برای تفنن و برای التزاز و برای خوشگذرانی خب طبعا حرمسراهای ایجاد میکردن، خب ده ها بلکه صد ها زن را در اونجا بالاخره به عنوان کنیز و کلفت، اینا خودش بسترهایی را در ذهنها در طول تاریخ ایجاد میکرد به گونه ای که زن خود به خود، بله زن خود به خود خود را به عنوان یک جنس ثانوی، یک جنس دوم، یک جنس پستر، یک جنس پایینتر و بالاخره با یک درجه پایینتر از مرد احساس بکنه، لذا اگر ظلمی در قبال او میشده خب طبعا او را تحمل میکرده. و خود در این بین خود طبعا افکار غلطی هم در سطح جامعه نسبت به زن و جنسیت زن و جایگاه زن مطرح میشده، مبنی بر این که زن عامل فساد هست، زن بالاخره یک نوع شیطان مجسم هست. این تعبیرها سبب می شد که از یک طرف ظلم پذیری در میان خانواده ها یعنی در قشر بانوان و زنها ایجاد بشه، از یک طرف مشروعیت ظلم برای فرد اول یا برای پدر خانواده یا مرد خانواده ایجاد می شده. بارها دیده شده مرد این کارها بیشتر برای تثبیت جایگاه خودش هم شاید می کرده، طبعا همین دیگه سعی می کرده که برای ابراز قدرت و برای تظاهر به قدرت و قدرت نمایی بالاخره از جایگاه خودش و از موضوع خودش و از سنگر خودش حفاظت بکنه و این حفاظت مستلزم خشونت و مستلزم قهر و غضب و خشم و بالاخره قوه قهریه بوده که این در طول تاریخ این بستر جریان داشته. طبعا خب این تنها اختصاص به افغانستان ما نداشته، یعنی در همه دنیا این روند وجود داشته. نهایت این گونه افکار و این گونه روند و سنت ها معمولا در جوامع کمتر رشد یافته و در جوامع عقب افتاده فرهنگی یا کمتر فرهنگی و متمدن بیشتر اثرگذار بوده، کما اینکه در جامعه افغانستان که یک جامعه نسبتا متاسفانه بی سواد یا کم سواد هست و فرصت ها پیش نیامد برای این ملت که سواد بیاموزن، به دنبال علم و دانش باشن، به دنبال آگاهی و خرد بوده باشن، خب دلایل مختلفی داشته و مخصوصا قشر بانوان و قشر خانم ها در طول تاریخ اینا از نعمت سواد محروم بودن، از نعمت فراگیری اینا محروم بوده، اینا این وضعیت را میپذیرفتن به عنوان یک قانون خلقت برای خودشان تلقی میکردن، به عنوان یک سرنوشت و به عنوان قضا و قدر الهی و به عنوان تقدیر، به گونه ای که مرد سالاری باشه و خلاصه حاکمیت خانواده در یک نفر، به گونه ای که حتی در خیلی از جاها مخصوصا در اطراف در روستاها در بین قبائل زن به عنوان یک موجود ناقص العقل تثبیت شده بوده، به گونه ای که خود زنها هم میره قبول میکنن که بله ما به زن دیگه ناقص العقل، اگر یک دعوای یک نزاعی بین زن و مرد پیش آمده بالاخره معمولا اگر چهار تا بالاخره موی سفید یا موی سیاهی آمده ایره حل و فصل بکنه، یکی از واژگانی که معمولا از او به کار برده استفاده میشه کاربرد داشته همین بحث بوده که زنان ناقص العقل، حالا شما دنبال این مسئله نباشید، شما بالاتر هستید، شما مثلا بزرگتر هستید، اینا چیزهایی بوده که در مرور زمان رسوب شده مانده در ذهنها و اینا اثرات بسیار مخربی در بین خانه ها و خانواده ها داشته. در هر صورت استاد از طرف دیگه خب یک سری بحث های دیگه هم صحبت های دیگه هم مثلا یک ضرب المثل بود که مثلا اگر در خانه کس است یک حرف بس است و همیشه هم نسبت میدادن مثلا از این طرف اعتقاد به این داشتن که
تصمیمات خانواده به دست یک نفر باشه. بله. از این طرف هم خوی امکان داره که قدرت طلبی و اینها رو به وجود بیاره که تصمیم های هر طور و خلاصه یک سر مشکلات خود ایجاد میکنه یا خیر؟ طبعا ببینید وقتی قدرت به یک نقطه خلاصه میشه حتما استکبار تولید میشه، روحیه مستکبری تولید میشه، روحیه ظلم و بالاخره انحصار طلبی ایجاد میشه. این تنها خانواده یک مثال کوچک است و این بعد قابل تسری در جامعه و اجتماع. شما ببین در یک نظام هم، نظام های شاهنشاهی، نظام های پادشاهی مطلقه که در طول تاریخ بوده، مخصوصا در افغانستان ما که خیلی زیاد بوده، شما ببین همه چیز به یک نفر خلاصه میشه و برمیگرده. حرف یک نفره، میخواد او حرف درست باشه یا حرف نادرست بوده باشه. بسیار از معاملات ننگینی که در بسیاری از کشورها مخصوصا در کشور ما اتفاق افتاده، خاک فروشی ها و کشور فروشی ها و معاملات بسیار خطرناکی که در کشور ما صورت گرفته، از همین فکر نشأت میگیره که بالاخره این یک نفر یا مثلا پادشاه ذل الله است، مسایه خداست، هرچی پادشاه میگه کار درستیه. اگر این را ما بیایم در مقیاس کوچکتری در محیط جامعه بیایم بررسی بکنیم، در به خانواده ها میرسیم. در محیط خانه و خانواده هم وقتی یک نفر تصمیم گیرنده میشه، حرف یک نفر میشه، همون استکبار، همون پادشاهی مطلقه است. در حالی که در محیط وقتی خانواده یک نفر مستقیم تصمیم میگیره، خب قطعا هیچ کس کامل نیست، امکان داره که خطایی به وجود بیاد و خطا منجر امکان داره که به اختلاف و خشونت اینها شود. استاد بسیار عالی، اگر اجازه بدین یک میان برنامه کوتاه ببینیم و بحث کنیم. ممنون، سلامت باشید. بیننده های عزیز گرامی، پس از یک میان برنامه کوتاه دوباره ما را همراهی کنید. بیننده های عزیز و گرامی دوباره خوش آمدید. مثبت 964-780-255-4013 پل ارتباطی میان شما و برنامه به وقت بیداری هست. میتوانید انتقادات، پیشنهادات و نظریاتتان را از طریق ارسال پیامک در صفحه واتساب ما با ما در میان بگذارید. همچنان عرض بکنم خدمت شما که همه برنامه های به وقت بیداری در صفحات اجتماعی چون آپارات، تلگرام، اینستاگرام و یوتیوب بارگذاری میشه و شما میتونید برنامه ها رو در اونجا هم دنبال بکنید. ادامه برنامه وقت بیداری با موضوع چستی و چرایی خشونت های خانوادگی در افغانستان رو بیننده هستید. استاد خوش آمدید دوباره. داشتیم عوامل تاریخی و اجتماعی رو بحث میکردیم و ادامه بس. خب در ارتباط با عوامل تاریخی، خب یک نکته اگر برای تکمیلش عرض بکنم، خب وقتی ما به تاریخ افغانستان هم که مراجعه میکنیم، یکی از چیزهایی که خیلی برجسته میبینیم حتی در نظامهای حاکم در افغانستان سیستم قبیلوی را میبینیم، قبیله سالاری، قبیله این فرهنگ قبیلوی را ما میبینیم. معمولا در میان قبیله ها رئیس قبیله حرف اول و آخر میزنه و بر همین اساس حکومت ها شکل گرفته. لذا این فرهنگ در میان خانه ها و خانواده ها اثرات بسیار منفی را به جای گذاشته که خب خشونت های بسیار مضحک را یا بالاخره دردآوری را در میان جوامع که وجود داشته در افغانستان ما شاهد هستیم. اما عامل دیگه ای را که ما می توانیم در ارتباط با عامل خشونت بررسی بود، بحث عامل فرهنگی هست. درست. عامل فرهنگی خب یکی از عوامل گسترده است که در سطح جهان این مسئله تاثیرگذار بوده در ارتباط با پیدایش خشونت در محیط خانواده ها. یک بحث عذرخواهی میکنم، در بحث عوامل فرهنگی یک بحث همین بحث سواد و علم و دانش هست. متاسفانه جامعه افغانستان از بدو پیدایش، از حالا اگر ما سلسله هوتکیان را کنار بگذاریم که یک دوره و یک
دوره تقریبا طولانی دوره هوتکیان بوده. از او اگر بگذریم، از زمان احمدشاه ابدالی که حدود تقریبا 260 سال قبل که آغاز شده، از اون دوره اگر ما بیایم شروع بکنیم، در این دوره تقریبا در یک دوره که تاکنون دونیم قرن میشه، در این دوره ها ما طبعا وضعیت افغانستان رو که بررسی میکنیم، چیزی که در او و نسبت به او توجه لازم صورت نگرفته، سطح علم و دانش و سواد مردم هست. یعنی در این دوره ها حکومت ها که با متولی امورات مردم، متولی حقوق مردم، متولی آسایش و رفاه مردم، متولی پیشبرد و رشد و ترقی و کمال جامعه هستن، این حکومت ها یکسر در حال درگیری بوده. یعنی ما اگر سر و ته حکومت ها رو بررسی میکنیم، جز دوره خود احمدشاه ابدالی که حدود 26 سال تقریبا حکومت کرد، که در این 26 سال هم یکسر مشغول درگیری و جنگ و توسعه قلمرو و کشور گشایی بوده، و همینطور طولانی ترین دوره و آرام ترین دوره، دوره زارشاه هست که حدود 40 سال طول کشید. بقیه یعنی در این بین حکومت ها 4 سال 2 سال تا حتی 2 3 روزه هم بوده که این حکومت ها یکسره در حال درگیری و جنگ و نزاع بین خودشان بودن. اینا سبب شده که حکومت ها توجهی چندانی به بیشتر با کودتا تحصیلات... با کودتا رفته. بله. توجهی به مکتب و مدرسه و درس و علم و دانش نداشته باشند. تمام هم و غم میشن کشورگشایی و حفظ قدرت بوده یا به دست آوردن قدرت بوده. لذا یه مخصوصا قشر نسوان و خانم ها کاملا از دایره علم و دانش و سواد کاملا به دور بودن. اینها هنوز هم متاسفانه این وضعیت ادامه داره. هنوز بسیاری از روستاها یا قریجاتی که در اطراف شهرستان ها هستن، اینها زنها مطلقا بی سواد، یا در این چند سال اخیر که در دوره 20 ساله دوره جمهوریت که فرصت پیش آمد، خب نوجوان های این دوره به تحصیلات رو آوردن که باز هم متاسفانه متوقف شد این مسئله. خب پس بحث سواد، علم، دانش، اینها خیلی تاثیرگذاره. وقتی در محیط خانواده یک زن ندانه که چی حق و حقوق شرعی و قانونی داره، و مرد ندانه، مردی که حاکم هست ندانه بالاخره صلاحیت های او تا کجا هست، بالاخره چی حقوقی داره و چی مسائل باید رعایت بکنم، تا چی اندازه حق تنبیه دیگران را داره که با خود درست. بالاخره ای اجازه را میده که هر مدل تنبیهی که خواسته باشه، از تنبیه فیزیکی تا تنبیه روحی و روانی و خیلی فشارهای روحی و روانی دیگه، که علمی و ادبی و فرهنگی را که بلد نیست دیگه، وقتی بلد نیست از همون فیزیکی مجبور کار بگیره دیگه. خب یقینا این خودش یک اثرات بسیار مخربی را در هر جامعه میگذاره، علل خصوص در جامعه افغانستان که ما عملا شاهد هستیم. خود طبعا ثمره این بیسوادی، ثمره دوری از فرهنگ و علم دانش، پیدایش سنت‌های غلط در جامعه، فرهنگ‌های غلط در جامعه است. رسم و رواج‌های بسیار اشتباه و خشین در میان جامعه است که یکی دو نمونه رو عرض می‌کنم. ببینید، یکی از سنت‌هایی که در بسیار از جاهای افغانستان متأسفانه رایج است، سنت بد دادن است. یک اصطلاحی به نام اصطلاح بد دادن است. مثلا دو نفری با هم دعوا میکنن، یا دو خانواده با هم درگیرن، سبب قتل میشن، یک طرف کشته میشه. برای این که حالا این خشونت یا این مشکلی که ایجاد شده بین دو خانواده این ترمیم بشه، یکی از کارهایی که میکنن، دختری را به عنوان خونبها به طرف مقابل میدن. فرقی نمیکنه دختر به رشد و بلوغ رسیده باشه، حتی زیر سن قبل از بلوغ هم مواردی دیده شده، ثبت شدن خیلی از این موارد، رسانه‌ای شد در بعضی از دوره ها که اینا داده میشه به طرف مقابل. حالا ای که این دختر اینجا به عنوان یک انسان، به عنوان عضوی از اعضای این خانواده حق داره، کسی نسبت به حق او توجه نداره دیگه. ای که ظلمی فاحشه در اینجا صورت میگیره، همیشه دختر راه خون اینها، تازه متوجه میشیم که چیه واقعا. الان همین فعلا هم این موضوع وجود داره، یعنی وجود داره. ما یک نمونه که در اروزگان رسانه ای شد، نمونه ای که در اروزگان رسانه ای شد، درگیری شده بود و بالاخره دختر را بد دادن، و این بد دادن سبب شد اون دختر وقتی به سن بلوغ رسید، به سن رشد رسید، خب طبعا اون زمان چون در دوره ظاهرن اشرف غنی بود، یک کمی فضا بازتر بود، وقتی بزرگ شد مجبور شد از خانه فرار کنه.
دوباره پس گرفتن آوردن او را مسلح کردن، گوش و بینی و لبی او را بریدن و جنایت وحشتناک انجام دادن. در حال مرگ بود که باز به وسیله مؤسسات خارجی کشف شد و بالاخره گرفتار شد و به نجات داده شد. حالا ببینید این یک مثال عرض میکنم، یعنی یکی از فرهنگ ها فرهنگ بد دادن است. همینطور فرهنگ عقدهای در طفولی، عقدهای دوران طفولیت، موارد ما خود ما شاهد بودیم در همون روستاهای خود ما. شاید حالا شما جوانتر هستید قطعا ممکنه حالا در این اواخر ندیده باشید، ولی بنده به یاد دارم کسانی هستن، فامیل هایی هستن که دختران و پسران خود هنوز در گهواره هستن، هنوز کودک ژرغار هستن، اینا رو نامزد میکنن، یعنی شیرینی خوری میکنن به تعبیر اونجا، یعنی قندی میشکنن، یک مثلا یک پاکت شیرینی میارن او رو توضیح میکنن این دختر به نام مثلا فلان پسر، هر دو در گهواره، هر دو هنوز کودک شیرخوار یا مثلا کمی بزرگتر. خود طبعا وقتی اینا بزرگ میشه، کلان میشه، به یک سن رشد و بلوغ میرسه، دردسرهای بزرگ خلق میشه. یا پسر نمیخواد، یا دختر نمیخواد، یا مثلا خانواده ها دوچاری تنش میشن، یا مشکلات دیگه آرز میشه که در یکی از جلسات عرض کردم که یک موردی را ما در همون روستا و قریه ما اتفاق افتاد که باعث چند قتل شد، یعنی سبب شد که قتل هایی صورت بگیره، حساسیت هایی به وجود آمد، مشکلات به وجود آمد. این گونه فرهنگ ها متاسفانه هست. یکی از فرهنگ های دیگه هم که اصلا اگرچه در خیلی جای دیگه هم ممکنه باشه، فرهنگ عوض و بدل یا استخوان بدل هست. یعنی دختری رو میده، دختری رو میگیره. اینجا دیگه از این دختر و پسر سوال نمیشه. یک مثلا طرف یک خانواده یک پسر داره و یک دختر، طرف خانواده دیگه هم پسر و دختر داره، همینطوری مبادله میشه، انگار که کالایی عوض و بدل میشه، گوسفندی اینگار بلا نسبت گوسفندی داده میشه بوزی گرفته میشه یا بالعکس. خب این فرهنگ عوض و بدل در موارد زیادی سبب مشکلات عدیده شده، سبب ظلم هایی شده و کسی از این دختر نپرسیده که تو میخوای از او پسر، یا از او پسر خواسته نشده که تو راضی هستی به این دختر. خب یعنی اینجا دخترها و پسرها اینا رضایت اونها معیار نیست دیگه، اینجا پدر و مادره که تصمیم میگیره، یا پدرهاست، بیشتر پدرهاست که تصمیم میگیره. خب طبعا این خودش خشونته، خشونت یکی از خشونت ها، خشونت سلب حق و حقوق، بدترین خشونت اینه که ما حق یک انسان رو از او سلب بکنیم، حق انتخاب رو از یک انسان بگیریم، حق تصمیم گیری و اراده یک انسان را کلا از اون ما سلب بکنیم بگیریم. این بدترین خشونته. اینا پیامدهای بسیار سنگین و منفی را بر روح و روان کسانی، یعنی قربانیان خشونت میگذاره و بالاخره تاثیرات بسیار منفی میگذاره. اینا جزء سنت هایی است که متاسفانه در خیلی جاها رایج، همه بالفعل هم ما در موارد مختلفی از این قبیل سنت ها را میبینیم که همه اینا ناشی میشه از فرهنگ پایین. وقتی سطح فرهنگ و رشد و آگاهی و اطلاعات پایین بود، قطعا این مسائل اتفاق میفته. اگر مثلا رئیس خانواده، سردار خانواده که پدر خانواده است، او واقعا بدانه که خب تا یک جایی تو صلاحیت داره، پدر و پدر بله باید صلاحیت داشته باشه به عنوان حاکم، چون اگر حاکم یک نفر نباشه، چند نفر حاکم بوده باشه در یک محیط، قطعا اشکال پیش میاد دیگه. در یک مملکت دو تا رئیس جمهور باشه، طبعا جنجال اتفاق میفته. در محیط خانه اگر دو نفر تصمیم گیرنده باشه همینطور. درسته باید یک نفر که مرد طبعا اولاتر هست، چون در قرآن هم آمده الرجال قوامون علی النساء، اما این رهبر، این قیم، این زعیم حد و حدود و اختیارات خودش هم باید بدانه، بدانه که پادشاهی او پادشاهی مطلقه نیست، پادشاهی مشروطه است. یعنی تصمیمی که میگیره مشروط به این که رضایت بقیه هم باشه. شما ببینید اگر ما ارزش‌های دینی رو معیار قرار بدیم، پیامبر عزیز اسلام پیغمبر خداست، آخرین فرستاده و رسول خداست، بالاخره عقل کل هست، عقل مطلق هست بعد از پروردگار متعال. خب در این حال پدر خانواده هم هست، پیغمبر هم هست، همه چیز رو میدانه، به کمک جبرئیل امین همواره مورد هدایت قرار میگیره. ولی همین پیغمبر که خودش عقل کل هست، در ارتباط با سایر اعضای خانواده خودش مشورت میکنه، در ارتباط تصمیمی که میگیره مشورت میکنه. وقتی دختر عزیزش
قرار ازدواج بکنه از او سوال میشه که تو راضی هستی یا نه. وقتی حضرت امیر علیه السلام، حضرت علی علیه السلام به خواستگاری حضرت زهرا سلام الله علیها میآیه، خب اینجا پیغمبر خدا نمیخواد بگه که من چون پیغمبر خدا هستم از همه بهتر میفهمم، مورد تایید پروردگار جبرئیل امین همواره ما رو راهنمایی میکنه و خب صلاح و فلاح خانواده خود رو بهتر میفهمم، بهتر از دخترم میفهمم، این ادعا رو نمی کنه، بلکه به عنوان یک فرهنگ اصیل، به عنوان یک درس بزرگ، به عنوان یک الگوی هدایتگر به من و شما میفهمونه، به جامعه اسلامی میفهمونه که درسته تو پدر هستی ولی یه حق را نداری که تصمیم خود و اراده خود رو تحمیل کنی بر اولاد خود. لذا مشوره میکنه با حضرت زهرا سلام الله علیها. وقتی حضرت زهرا رضایت خود را اعلان میکند، بعد حضرت بالاخره رسما اعلان میکنه و اظهار رضایت میکنه. درود بر شما. استاد یک میان برنامه یعنی ببینیم بعد دوباره در خدمت شما. بیننده های عزیز گرامی، سپاس از همراهی تان. میان برنامه کوتاه رو با هم مشاهده میکنیم و دوباره ما را همراهی کنید. بیننده های عزیز و گرامی، دوباره خوش آمدید. سپاس از اینکه در کنار کانون گرم خانواده هادی تیوی و برنامه وقت بیداری را بیننده هستید و همچنان موضوع بحث ما چیستی و چگونگی خشونت های خانوادگی در افغانستان است. استاد خوش آمدید. همجور که عرض کردم استاد، عوامل فرهنگی و دینی داشت بحث میشد استاد، در این که دین مبین اسلام خب در اصل خود هیچ عیب و مشکلی نداره، همه چی کامل هست، اما ساق همون شعری که اسلام به ذات خود ندارد هر عیبی که از مسلمانی ماست. استاد گاه هم امکان ای هم هست که یک غلط فهمه های دینی هم باعث خشونت شود. مثلا بعضی چیزهایی هست که خب ربط به دین میدن، مثلا میگن که از جمله خب عقد پسرم و دخترم را خلاصه در آسمان ها خوانده. اینها ما میتونه یک غلط فهمه های دینی هم باعثی بشه. متاسفانه یکی از عامل های که سبب خشونت میشه در محیط خانه و خانواده عامل دینیه. عامل دینی، نه اینکه دین سبب خشونت باشه. دین اسلام دین رعفت و رحمته. شما ببینید این آیه خودش در ارتباط با خانواده که بحث میکنه، و جعل بینکم موده و رحمه، خداوند بین اعضای خانواده مودت و رحمت قرار داده، یعنی برخوردها باید رؤوف باشه، با رحمت باشه، با لطف باشه. یک کودکان خودتون رو ببوسید، در هر بوسه ای که از صورت اولاد خود میگیرید خداوند ثواب و حسنه ای برای شما در نظر میگیره. خب طبعا پس این دینی که چنین سفارش هایی رو میکنه، خب طبعا دینی خشین دستوری به خشونت نمیده. یا مثلا حتی در دستورات پیامبر عزیز اسلام یا در بحث‌های اخلاقی که می‌فرماید اگر مردی به همسرش بگوید تو را دوست دارم، کلمه دوست دارم، یعنی ابراز محبت بکنه، این جمله و این اثر این مطلب از دل این زن هیچ وقت خارج نمیشه. دینی که پس دستوری به رحمت، همواره دستوری رحمت داده، دین رحمت، دین رعفت و عشق و محبت، قطعا این دین دینی خشن نیست. برخلاف اون چی که دشمنان اسلام تبلیغات میکنه، دین اسلام رو دین خشن جلوه میدن. لذا سعی میکنن مثالهایی را تولید کنن، خودشان نمونه هایی را ایجاد بکنن، گروه هایی را به نام گروه های اسلامی اونها تولید میکنن با بالاخره فرهنگ خشونت، با بالاخره خشونت غیر قابل تصور، مثل داعش، مثل القاعده، مثل خیلی گروه های تروریستی دیگه. بعد سعی میکنن از این طریق ربط بدن به اسلام و دین اسلام رو دین خشن جلوه بده، در حالی که طبعا اینطور نیست. اونها سازه های دست خود استکبار جهانی و دنیای غرب و دنیای کفره.
دین اسلام دین رعفت و رحمت. لذا در درست، ولی خب این آیه رو که فرمودین الرجال قوامون علی النساء، خب این یک وقتی مرد سالار رو تقویت نمیکنه که بازم من میرم فرمودین یک از عواملی هم اختلاف مرد سالاری و اینهای همینه. می‌خواستم این نکته رو عرض بکنم درست. که از آموزه‌های اسلام کج فهمی‌های صورت گرفت، سوء استفاده شده. ببینید الرجال قوامون علی النساء، ببینید خانواده یک مجموعه چند نفری هست، درست. این مجموعه چند نفری اگر هر کدام رئیس بوده باشه سنگ روی سنگ بند نمیشه. مثل همین میمانه که در یک مملکت 3-4 تا رئیس و رهبر بوده باشه، مثل جامعه افغانستان خود ما میشه دیگه که سالهاست در میان آتش و جنگ میسوزه، به دلیل که هر گوشه یک رهبر بود، یک حکومت بود، یک قانون متفاوته. بود گاهی خب. از تکراری میسوزن و گاهم که چند نفر در حرکت هست، افراد و تفریده. اما این الرجال و قوامون علی النساء از خود معنا و مفهوم و جایگاه داره، از خود حدود و سغور داره، مرز داره که تا کجا. بالاخره این مجموعه باید یک کسی در رأس باشه یا نباشه، یک اداره در رأس اداره یک رئیس لازم هست یا نه، فرقی نمیکنه. این برای اداره بهتر هست، همین این اداره این خانواده باشه یا یک اداره دیگه باشه در حکومت، یا مثلا یک حکومت در یک جامعه بوده باشه، قطعا یک کسی در رأس لازمه. خب حالا در رأس چی کسی بوده باشه مناسب هست؟ بالاخره باید کار به اهلش سپرده بشه. یک چیز کاملا عقلانیه. در آموزه های دینی هم هست، در آیه قرآن ما داریم ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، امانت به اهلش. حالا این امانت رو هر چی بگیریم، حکومت بگیریم، ریاست بگیریم یا هر چیزی دیگه ای بگیریم، ولی خب طبعا اینی که کار به اهلش سپرده بشه قطعا یک چیز معقوله. حالا شما بیاین بین همه اعضای خانواده بررسی کن چی کسی مناسب‌تره، که ای که برادر هر کی مناسب‌تر امکان داره که زن از آگاهی و خلاصه تحصیل و برداشت بهتر برخوردار باشه، از مدیریت بهتره. ولی خب قرآن گفته الرجال، نه بعد شاید یک جای دیگه اگر اینجا نه ببین اینجا بحث اولویتی که قطعا ای به عنوان یک دستور دینی نیست که الا اولا بود این گونه باشه، اگر غیر از این بود عملی حرامی صورت گرفته. یعنی اولویت اینه، یعنی اغلب در جامعه بشری اینه که مردها به دلیل یک سری امتیازاتی که داره، قدرت بدنی داره، شجاعتی که داره و بالاخره توان کار بیشتر داره، راحت‌تر میتونه با تهدیدها مقابله کنه، تهدیدها را دفع بکنه، قدرت مدیریت بالاتری داره. این یک امری کاملا غریزی و فطریه. به همین دلیل حتی شما در دنیای کفر هم که مراجعه کنید، در دنیای مسیحیت، یهودیت، بالاخره ماتریالیست، کمونیست، به هر دنیایی که شما مراجعه میکنید، در بحث‌های مدیریتی مردها بیشتر هست. داره همه آمریکایی که دم از حقوق زن و حقوق بشر میزنه که بالاخره چشم خودش رو روی غزه و جاهای دیگه بسته، در اروپا مراجعه کنه، ده تا در کشورهای خیلی که در دور افتاده بینامونشانی که در جنگل هم زندگی میکنه، بازم شما ببینید در پیشرفته ترین کشورها، در ژاپن، در کره، در هر جا ببینه اکثریت مردها در بخش‌های مدیریتی هست، چون یک امر غریزیه. این یک امر غریزیه، یک امر کاملا فطریه. بالاخره غریزه مردها در مدیریت بیشتر از خانم‌ها. خانم‌ها با توجه به وضعیت جسمانی و روحانی که داره، با لطافت جسمی و روحی که داره، طبعا در برخورد با موارد خشن قطعا ناتوان‌تر و ضعیف‌تر است. اما استثناءات هست و وقتی لذا استثناءات هم هست، خیلی در خیلی خانواده‌ها خانم‌ها مدیریت در اختیار، مدیریت اقتصادی، مدیریت خیلی مسائل در اختیار اونها هست. ما اسلام هم منکر نیست. لذا بس اینه که از اینجاها سوء استفاده هایی میشه، کمان که از بعض آیات دیگه هم سوء استفاده میشه. مثلا آیه ای که بالاخره در ارتباط با تنبیه هست، تنبیه خانم ها، خب اول میگه فحجروهن، اگر نشد کمی فاصله بگین، بعد فضربوهن هم داره بزنه. حالا ممکنه مردانی از این فضربوهن سوء استفاده کنه که خدا دستور زدن داده، بالاخره بعد شما بیاید زنجیر رو بگیریم به جان زن، یا این بیل رو بگین، یا بیا بالاخره هر وسیله‌ای که در اختیارت قرار گرفت، این فضربوهن از خود تعریف داره، بعد به تفسیر مراجعه کنی ببین اینجا بعد پیامبر اینو چجوری تفسیر کرده. شما نمیتونید با هر وسیله ای هر بالاخره در هر شرایطی شروع کنه بزنه. اونجا اولا مقدماتی داره، خب این در برابر زنهایی است که تقریبا نیمه ناشزه هستن، اینا در برابر شوهرانشان تمکین نمیکنن، اینا حدود و صغور وظایف خودشان را رعایت نمیکنن، با نصیحت نمیشه، با قهر نمیشه، با فاصله گرفتن تنبیه نمیشه،
و ناگزیر اینجا دستور ضرب داده شده، او ضرب نه با هر وسیله ای، بالاخره حتی در بعضی روایات هست که با چوب مسواک بزنید، با گونه ای بزنید که آثار ضرب بر وجود او ظاهر نباشه، یعنی سرخی و سیاهی و اینا اتفاق نیفته. طرفی که میاد گوش زنش میبره، دماغ زنش بریده بود در دایکندی، همینطور در اروزگان و در خیلی از جاهای دیگر تنبیه هایی که استخوانه هایی طرف را خورد کرده، اینا هیچ ربطی به اسلام نداره، اینا از آیه فضل بهنه استفاده نمیشه. یا مثلا بزن اجازه ندی که او درس بخونه یا دنبال علم و دانش بره، چون اولادته، چون خانومته، چون ناموست گفته میشه، از این عنوان ها بیایم سوء استفاده کنیم، به اعتبار اینکه چون الرجال قوامون علی النساء، تو قیم هستی، سرپرست هستی، اما مالکی بالاخره کل وجودی طرف نیستی. خب طبعا حق نداری که با خشونت خواسته های خود رو تحمل بکنی و حقوق اونها رو کاملا پایمال بکنی. پس بیشتر برای که یک ساختار درست حسابی و تکمیل داشته باشی بابت اوی دیگه، نه اینکه همه امورات را اختیار داشته باشی. همینطور چون خانواده، ببینید ما حتی حدود و قوانینی که از در خانواده، اینها بخش اخلاقی خیلی غالبتر است از بخش حقوقی. گاهی وقت مثلا به لحاظ حقوقی، در یک جلسه دیگه هم اشاره شد، به لحاظ حقوقی زن مجبور نیست که بچه‌ای که به دنیا میاره، فرزندی که به دنیا میاره، شیر هم بده. درست. میتونه بابت شیرش مطالبه حقوق بکنه. اما اینجا بحث‌های عاطفی هست، بحث‌های احساسات مادرانه است، احساسات پدرانه است. اینا سبب میشه که خیلی مسائل دیگه نادیده گرفته بشه و خیلی مسائل ارزشی دیگه جلوه بکنه، مثل که مادر مادرانه به اصطلاح و قضايا برخورد میکنه. از خیلی مسائل دیگه صحبت می‌کنم. مطالب دیگه هم دوست دارم خلاصه در این برنامه مطرح بشه، از جمله خب عوامل سیاسی و اقتصادی هم داره. خیلی بسیار کم وقت داره، مگر چند دقیقه وقت داریم؟ دو دقیقه خب. وقت داریم، اشاره بشه اگر ما خب جلسات بعدی در خدمت شما ان شاء الله. خب بحث عوامل، خب طبعا خیلی عوامل مختلفی میتونه اینا تاثیرگذار بوده باشه. یک بحث سیاسی، بحث سیاسی اقتصادی، ببینید یکی از عوامل های خشونت و روحیه خشین و اعمال و اعمال خشونت در خانواده ها بحث تداوم جنگه. ما الان در همین یاد خود ماها، در همین دوره ما نزدیک 40 ساله و جنگ جریان داره. طبعا جنگ یک عنصر خشن هست. بله. جنگ یک عنصر خشنه. طبعا این جنگ خودش بالاخره از سیاست‌های غلط ناشی میشه. وقتی دو مسلمان با همدیگه نمیسازه، یک دیگر رو نمیپذیره. قبائل سیستم قبیله‌ای است، عرض کردم در افغانستان. این قبیله قبیله دیگر رو، حاکمیت قبیله دیگر رو قبول نداره. جنگ قبائل هست. فرهنگ قبائل و قبیله‌ای هست. بالاخره یک قبیله حاکم باشه، بقیه همه باید محو بشن. اینا یک رسوب میشه در ذهنها و در افکار اینها میمونه، سبب میشه که مردم، چون میگه الناس علی دین ملوکیم، یک جمله معروفیه، میگه انسان ها به سایر جامعه و پادشاهانشان، با حکومت ها، وقتی حکومت خشین برخورد میکنه، حق دیگران را سلب میکنه، در حق در نسبت به دیگران ظلم و ستم روا میداره، یک چیزی طبیعی و نرماله برایش. خود مردم هم یاد میگه بعد در محیط یک خانواده، پدر خانواده از این موقعیتش خود حاکم حساب میکنه، از این موقعیتش سوء استفاده میکنه، در حق اولادش ظلم میکنه، در حق خانوادهش ظلم میکنه، در حق همسرش ظلم میکنه. یکی از مواردی که اتفاقا یادم رفت عرض بکنه، بحثی تنبیه هست، تنبیه هایی که در محیط خانواده ها صورت میگیره، تنبیه های فیزیکی. حالا این تنبیه نسبت به اولاد هست، نسبت به همسر که یاد شد، نسبت به اولاد. حتی این تنبیه در مکاتب و مدارس هم متاسفانه وجود داره که اونجا معلم شاگرد خود تنبیه میکنه. مجموعه اینها و مشکلات اقتصادی هم کاملا اثر و بلش هم بسن که موضوعات اقتصادی و عوامل دیگر انشالله در برنامه های بعد مطرح بکنیم و در خدمت شما اگر عمر بود و توفیق بود انشالله خواهد بدیم. انشالله که خیر و سلامتی بعد خیراتان باشه و تشکر از حضورتان. ایام خوشان بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. بیننده های عزیز گرامی، سپاس از این تا این دم با ما همراه بودید. این بود برنامه شای وقت بیداری که تقدیم حضور گرم شما خوبان گردید. تا برنامه بعد همه تان را به الله پاک بیارم تا می سپارم. ایام به کامتان، وقت خوش، خدا نگهدار.